درود و وقتتون بخیر. خوش آمدید به خبر امشب شنبه 18 جوزه سال 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 8 جون 2019 میلادی. سرخط خبرها. آغاز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری. پروسه ثبت نام تقویتی برای 458 مرکز در 33 ولایت و 406 مرکز در ولایت غزنی برگزار می شود. هشدار برای اندازی حرکت های مدنی از سوی نامزدان. نظام حکومت کاندیدها با تفاهم پیش بروید که در آسیای دشمن آب نریزد. و افزایش تنش میان آمریکا و ترکیه. من بیژن آریانا هستم. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری امروز آغاز شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ثبت نام تقویتی در 432 مرکز در 33 ولایت و ثبت نام عمومی در 247 مرکز در ولایت غزنی از 18 جوزا تا 8 سرطان ادامه خواهد داشت. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی از عدم آگاهی مردم در این روند نگرانند. دیونا سبتی. روند نامنویسی تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری 18 جوزا آغاز تا 8 سرطان ادامه دارد. این روند شامل حال کسان می شود که تازه به کشور برگشته باشند، سن قانونی 18 سال را در روز انتخابات تکمیل کنند، بیش از این نامنویسی نکرده باشند یا نامهایشان در فهرست رای دهندگان درست درج نشده باشد، حوزه رایدهیشان به حوزه دیگر نقل مکان کرده باشد و به حکم قانون از حقوق مدنیشان محروم نشده باشند. پروسه ثبت نام تقویتی برای 458 مرکز در 33 ولایت و 406 مرکز در ولایت غزنی برگزار می شود که از جمله پس از ارزیابی های امنیتی در 33 ولایت به تعداد 432 مرکز فعال و از جمله مجموع مراکز غزنی 247 مرکز فعال گزارش گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید بر این دارد که روند آگاهی دهی مردم بر نامنویسی تقویتی جریان دارد، اما نهادهای ناظر انتخاباتی از عدم آگاهی دهی مردم نسبت به این روند نگرانند. اگر قرار باشد که کمیسیون دست به کار نشه و تنها اتکا کنه روی چند برنامه آگاهی عامه که خودشان به او باور رسیدن، به این معنی که سطح اشتراک مردم در این پروسه بسیار پایین خواهد بود و این میتونه تاثیرات منفی برای مشارکت مردم در روز انتخابات داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این 9.5 میلیون شهروند را برای انتخابات مجلس نمایندگان نامنویسی کرده بود که بعد از تصفیه 8.9 میلیون آن واجد شرایط رایدهی است، اما کمیسیون مستقل انتخابات خواهان نامنویسی 2 میلیون شهروند دیگر در سراسر افغانستان است. گفتگوهای بین الافغانی راه رسیدن به صلح را باز خواهد کرد. ریاست اجرایی میگوید که تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی افغانستان را در زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی کمک خواهد کرد. در همین حال معاون نخست مجلس سنا تاکید دارد تا زمانی که اجماع داخلی و منطقه‌ای در روند صلح به میان نیاید، آغاز مذاکرات بین الافغانی ناممکن خواهد بود. خالد نیکزاد. در پی رایزنی های پسین فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های ارشد اروپایی، روی برگزاری مذاکرات بین الافغانی صلح با میزبانی آلمان و قطر، اکنون حکومت میگوید برگزاری نشست های بین الافغانی راه های رسیدن به صلح را باز خواهد کرد. هر زمانی که زمینه گفتگوی بین الافغانی فراهم شود، حکومت افغانستان از او گفتگوها استقبال خواهد کرد و ما معتقد هستیم که یکی از مراحل بسیار بسیار مهم در پروسه صلح افغانستان آغاز مذاکرات بین الافغانی است. هرچند حکومت از نشست بین الافغانی آلمان و قطر که هنوز زمان آن مشخص نیست در جریان قرار ندارد، اما طالبان گفتند که تا اکنون روی شرکتشان در این نشست تصمیم گرفته نشده است. پیش از اینکه این نشست ها صورت بگیره، ما یک اجنده مشخص ببینیم، اجندایی که در او نتیجه پیش بینی شود. تا به حال نشست صورت میگیره بدون از اینکه مشخصاتش به مردم افغانستان اعلان شده باشه و نتیجهش پیش بینی باشه،
باید یک پیش شرطی داشته باشیم. باور ما این است که ما هم در سطح ملی یک تفاهم با وجود بیاریم، یک اجماع با وجود بیاریم، هم در سطح منطقوی کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای کلان منطقه. زلمه خلیلزاد تا اکنون 6 بار با نمایندگان سیاسی طالبان در مورد صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی در عقب درهای بسته گفتگو کرده است. آنچه که به باور برخی ها حاصل آن به ادامه جنگ در افغانستان منجر شده است. نبود انسجام و پراگندگی صدای صلح از انجرهای مختلف با دایهای مختلف سبب برهم خوردن پروسه شده. با این همه قرار است زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا پیش از برگزاری نشست بین الافغانی در قطر و آلمان برای 7 بار با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر و حکومت افغانستان نیز دیدار کند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به هوادارانشان دستور آغاز اعتراضات را در سرتاسر کشور دادند. شماری از اعضای این شورا میگویند با راه اندازی اعتراضهای مدنی جلو حرکتهای فراقانونی و دوام غیرقانونی حکومت را خواهند گرفت. در همین حال شماری از دسته های انتخاباتی دیگر تاکید دارند که رهبران حکومت باید به بهره برداری های شخصی از امکانات حکومتی پایان دهند. خالد نیکزاد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بود که پس از ماه مبارک رمضان برنامه های اعتراضیشان را برای جلوگیری از دوام کار حکومت در کشور آغاز خواهند کرد. اکنون این شورا میگوید دستور آغاز اعتراضهای مدنی را به هوادارانشان در سرتاسر کشور دادند و تا چند روز دیگر این روند آغاز خواهد شد. به کلگی هدایت داده شده که آمادگی خود را بگیرند و تمام مدت کارشان شروع کنند. ما امیدوار هستیم که کلگی شاهد اعتراضات مدنی مردم افغانستان در مقابل وضعیت بسیار بحرانی فعلی که افغانستان فعلا دارای رئیس جمهور قانونی نیست و حکومت قانونی نیست. در همین حال شمار دیگر از دسته‌های انتخاباتی تاکید دارند که رئیس جمهور باید برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت به حرکت‌های غیرقانونی پایان دهد. در غیر آن ادامه آن به سود کشور تمام نخواهد شد. نظام حکومت کاندیدها با تفاهم پیش بروید که در آسیای دشمن آب نریزه. در غیر از این حکومت غیر قانونی را به شکل آرام صلح‌آمیز کس اجازه دیگه نمیده که حکومت بکنه و در روز تغییر تبدیل بده. از دید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور با ادامه غیرقانونی حکومت در پی استفاده شخصی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است و این وضعیت برایشان پذیرفتنی نیست. دی به شفاف انتخابات تکل تیز مسئله ولارد سی. مرد دیست دیر غشت تشویش لرو. چی دی به انتخابات که مندیسی کوی او خپل په مندیسی بندیرد سی. حکومت حاضر نشد در مورد این همه نگرانی ها چیزی بگوید، اما پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که آماده بحث سازنده با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. سرپرست وزارت دفاع ملی با معاون وزارت دفاع آمریکا در امور افغانستان، پاکستان و آسیای میانه دیدار کرد. سرپرست وزارت دفاع ملی از کمک های آمریکا در بخش های تعلیم و تربیه و تجهیز نیروهای امنیتی قدردانی کرد و خواهان افزایش این همکاری ها شد. از سوی هم دو طرف از دستاوردهای قوای افغان در تسخیر دوباره ولسوالی ها، رهایی زندانیان از قید طالبان و حملات تهاجمی بالای دشمن ستایش کردند. مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و صلح نیز مورد بحث این دو مقام افغان و آمریکایی بود. تنش‌های حدود 1 ماه در مجلس نمایندگان روند قانونگذاری و نظارت از عملکرد حکومت را متوقف ساخته است. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از این وضعیت می‌گویند که باید بیدرنگ معزل کرسی ریاست این مجلس پایان یابد. این نمایندگان تأکید می‌ورزند که بحث گزینش رئیس این مجلس پایان یافته و بر بنیاد منافع ملی و جلوگیری از تشنج‌ها آغاز کار وی به تأخیر افتاده است. رفیع صدیقی. پس از انتخابات هیئت اداری برای گزینش رئیس مجلس نمایندگان، وضعیت در خانه ملت برهم خورده و با وجود ایجاد چندین کمیته، این موضوع لاینحل باقی مانده است. شماری از نمایندگان مجلس تاکید می‌ورزند که هرچند بحث گزینش رئیس مجلس نمایندگان پایان یافته، اما با در نظر داشت حیثیت این شورا و منافع ملی، این موضوع برای زنی گذاشته شده است.
مطابق اصول وظایف داخلی انتخابات شده، نتایج اعلان شده و یک رأی که مشکل داشت او را اگر ما نصاب اولی را قرار بدیم هم رحمانی صاحب برنده است، اگر نصاب یک 246 یا 247 هم نصاب قرار بدیم رحمانی صاحب برنده است. تالار بر یک رئیس موقت یک سال سه بالخره پیدا کنه و او را تعیین کنه، وزیر نظر از او ارشیف دیده شوه که چی روز گذشته در روز انتخابات. شماری دیگری از نمایندگان مجلس ادامه این وضعیت را به زیان کشور می دانند و می گویند که کارکردهای اداره‌های دولتی که ربط مستقیم با عملکرد مجلس دارد به بی‌سرنوشتی به سر می برند. این بلا تکلیفی که در مجلس نمایندگان وجود دارد بر سایر مسائل دولت سایه می افکند و در افکار عمومی هم تأثیرات سو و جا خواهد گذاشت. قرار بود تنش به میان آمده برای گزینش کرسی ریاست مجلس پس از روزاهید به پایان برسد، اما هنوز هم دیده می شود که مجلس نمایندگان نتوانسته تا به این منزل رسیدگی کند. دیده شود که مجلس نمایندگان در روزهای نزدیک برای کرسی ریاست مجلس چه تصمیم خواهند گرفت. محمد رفیع صدیقی، آریانا نیوز. شماره بانوان معترض بر نتایج انتخابات مجلس نمایندگان از سه روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. یک تن از این بانوان به دلیل ضعف به بیمارستان منتقل شده و وضعیت دو تن دیگرشان نیز مناسب نیست. این بانوان که در نتایج ابتدایی برنده اعلام شده بودند، خواهان ایجاد دادگاه ویژه برای بررسی پرونده هایشان شدند. سمیع جهش. بانوانی که برای به دست آوردن حقشان از روزها به این سو در زیر خیمه ها به سر می برند و سه تن آنان از سه روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. این نامزاد معترض به دلیل ضعف روز جمعه به بیمارستان منتقل شده است و اکنون توانایی صحبت ندارد. وضعیت دو تن دیگر این بانوان که اعتصاب غذایی کردند نیز چندان مناسب نیست. اینا وقت دارن که خانه کرزای سه برند، ما در پشت دروازه ارگ 11 خانم ششته است، مقدر اینا وقت نداره که بیای ازمی خانم، ما ننگ ناموسشان هستیم، ما غیرت افغانیشان هستیم. از مور رخ دغه و چی اعتصاب به دی خاطر وکی چی مور دغه تماده ای چی مرگ تماده ای مرگ منو مور تاس به دی بندی پیر چی په افغانستان که انسان هیچ ارزش نلری. تمام این بانوان که از ولایت های مختلفند و در فهرست ابتدایی نتایج مجلس نمایندگان پیروز اعلام شدند. آنان تاکید دارند که حکومت باید برای بررسی پرونده هایشان دادگاه ویژه تشکیل دهد. هرچند به گفته آنان پیشنهاد کرسی مجلس سنا و بست های رتبه اول از سوی برخی مقامات حکومتی برایشان شده است. بر بعضی ها میگه چوکی سناتور، بر بعضی ها ریاست، بر بعضی ها معینیت، اینا پیشنهاد میکنند که بیاین ما امروش ما کنار میاییم. دوی وضعیت هم سم ندهی. دوی وای تر هغه چی رئیس جمهور زمون غختنی و نه منی مونږ هم داسې حساب کوو، یا مرو یا د ظلم پر وړاندې زمون غږ رئیس جمهور واوري. این بانوان معترض از ولایت های مختلف که در نتایج ابتدایی مجلس نمایندگان پیروز بودند نزدیک به دو ماه می شود در زیر چادر در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری اعتراض کردند، اما تا اکنون از مقام های حکومتی به خواست های آنان واکنش نشان نداده است. سمیع جهش، آریانا نیوز. رویدادهای جهان تا دقایق دیگر. افزایش تنش میان آمریکا و ترکیه، تاکید آمریکا بر توقف خرید موشک S-400 و پافشاری ترکیه بر خرید این موشک. فشرده چند رویداد از جهان. تنش میان آمریکا و ترکیه روی خرید سیستم دفاعی موشکی از روسیه به شدت افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا فشارهای خود را به ترکیه افزایش داده است تا سفارش خرید موشک‌های S-400 از روسیه را لغو کند. خرید موشک‌های S-400 از روسیه به نارضایتی و دوری جستن دولت ترکیه از متحدان غربی آن تعبیر شده است. آمریکا در تازه‌ترین واکنش تعلیم و آموزش خلبانان ترکیه برای پرواز با جنگنده F-35 را متوقف کرده است. مایکل گوو وزیر محیط زیست بریتانیا و یکی از نامزدهای رهبری حزب محافظه‌کار گفته است 20 سال پیش کوکائین مصرف کرده و به خاطر آن عذرخواهی کرده است. آقای گوو به روزنامه دیلی میل گفته است 20 سال پیش هنگامی که روزنامه‌نگار بود در چندین مراسم کوکائین کشیده است. آقای گوو گفته است کارش اشتباه بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مکزیک پذیرفته که گام‌های بی‌سابقه برای کنترل جریان حرکت مهاجران آمریکای مرکزی به سوی مرزهای ایالات متحده بردارد و به همین علت او تهدید خود مبنی بر وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از مکزیک را عملی نخواهد کرد. این خبر را جمعه شب 7 جون ابتدا آقای ترامپ در توییت منتشر کرد و ساعت بعد هم مارسلو ایبارد وزیر خارجه مکزیک و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌های به آن پرداختند. بخش اقتصادی هم تا دقایق دیگر. افزایش حاصلات کشاورزی در کندز، نگرانی کشاورزان از نبود بازار و تاکید مسئولان بر بازاریابی. به این بخش هم خوش آمدید. حاصلات میوه، جو و گندم در ولایت کندز نسبت به چند سال پیش افزایش یافته است. رئیس زراعت کندز با ابراز این مطلب میگوید که آب و هوای مساعد در سال روان باعث افزایش 20% فراورده های زراعتی و باقی شده است. اما مسئولان در ریاست زراعت و کشاورزان از نبود مارکت شکایت دارند. کندز در حوزه شمال شرق از ولایت‌های بزرگ زراعتی است که در سابق این ولایت به نام کندو مرکز غلجات یاد می‌شد. اما بدامنی نه تنها روی مسائل دیگر بل بالای زراعت در چند سال اخیر تاثیرات منفی گذاشته و کشاورزان را به مشکل دچار ساخته بود. با آنکه رئیس زراعت هنوز هم بدامنی و نبردها را مشکل سد راه کشاورزان می‌داند، اما میگوید امسال فراورده‌های زراعتی و میوه‌جات نسبت به چند سال گذشته و سال پیش افزایش 20% یافته است. هوای بسیار مناسب، باردگی های بسیار خوب به موقع، به باغداری هم تقریبا 20% الا 30% حاصلات افزایش داره و در غلجات خصوصا در حاصلات گندم و جو 20% افزایش در حاصلات دیده میشه. باغداران میگویند امسال حاصلات خوب است، اما کم توجه مقام ها برای بهتر شدن وضع کشاورزان و نبود بازار مناسب برای فروش فراورده های باقی مشکل اساسی آنان است و 7 کیلو میوه مانند شفتالو، آلوبالو، زردالو را کم یا بیش 300 افغانی به فروش می رسانند. زردالوی کندز بهترین زردالو است. خب بازارش هم خوب است دیگه، جای صادرات نداره که دولت ما کمی ضعیف است که صادر کنه دیگه ولایت. 300 مسئولان ریاست زراعت میگویند امسال چند آفت در گندم و حشرات مضر در میوه‌جات به وجود آمده بود و به اساس اقدام کارمندان زراعت و فعالیت های مؤسسات همکار در بخش زراعت به موقع از آفات و حشرات جلوگیری شده. در ادامه بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 70 پول، یک یورو 89 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 55 پول، یک هزار تومان ایرانی 5 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی و 1000 روپیه هندی 1130 افغانی. در ادامه هم وضعیت هوا. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 17، هرات 35، 18، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 23، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایینترین 26، کندهار 39، 24 و غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین 14. ممنون از همراهیتان به خبرهای این ساعت در آریانا.